برنامه سازان، میهمانان و کلیه شرکت کنندگان در برنامه های تایم تیوی مسئول سخنان و نظریات شخصی خود هستند. درد دل روان، برنامه با دکتر جواد نفیسی، هر دوشنبه ساعت 7 شب از تایم تیوی. ضمن عرض سلام خدمت بینندگان گرامی، من دکتر جواد نفیسی هستم و در برنامه درد دل روان روزهای دوشنبه ساعت 7 دنباله برنامه های قبلی رو ادامه میدیم. اگه خاطر بینندگان گرامی باشه، ما در چند جلسه قبل صحبت رو روی این کشت و کشارهای مکرری که در شهر لس آنجلس صورت می گرفت و روان این قاتلینی که به طور زنجیره‌ای عده زیادی از مردم بیگناه رو به قتل رسونده بودن صحبت می کردیم و یکی از این افراد یک پلیس اخراج شده 33 ساله‌ای به اسم کریستوفر درونر هست که اگه خاطر بینندگان گرامی باشه تعداد از افسران پلیس رو کشت و عده‌ای را هم زخمی کرد و بالاخره موقعی که اون جایگاهش رو آتش زده بودن آخرین تیر هم به خودش زد و خودش رو کشت. اون چیزی که توجه منو بیش از همه چیز به این فرد جلب کرد این مانیفستو، این نامه سربازی رو که خطاب با آمریکا نوشته بود و بینندگان گرامی میتونن برن روی اینترنت و اونو بخونن که خیلی خوب به ما توضیح میده که ایشون چجور خیلی زود تو زندگیشون شروع کردن این حالت پرخاشگری و اگریسیو بودن و روشن شد که در دبستان چجوری یک هم کلاس خودشون رو شدیداً کتک زدن به علت اینکه ایشون لغت نیگر رو بهشون به کار برده بود و این لغت نیگر خیلی روی ایشون اثر شدیدی میگذاشت و ایشون رو منفجر میکرد و در ضمن ایشون خیلی زود تو زندگیشون به این نتیجه رسیده بودن و این برداشت رو پیدا کرده بودن که کسی از ایشون نمیتونه محافظت کنه و باید ایشون خودشون بشن پلیس خودشون و نمیذاشتن که چنلایی که میبایست پیش بره برای اینکه به حقیقت دسترسی پیدا بشه صورت بگیره و همیشه میرفتند و خودشون سرشاخ میشدن با اون کسی که به نظر ایشون متهاجم بود و این حالت پرخاشگریشون مثل سوزن و نخ توی زندگیشون دیده می شده مواقعی که مورد صحبت هایی در مورد ایشون می شده که ایشون رو ناراحت می کرده. و در ضمن یه چیز دیگه که روشن می شه اینجا این که ایشون یک مظنونیتی داشتن که هیچ کسی نمیاد از ایشون حمایت کنه و این افراد همه دست به دست هم دادن بر ضد ایشون و هم در دوران دبستان اینو اینجوری حس میکرد و هم بعداً در دو زمانی که در پلیس دیپارتمنت بود حس میکرد که تمام این افراد و رؤسای پلیس دست به دست هم داده بودن و همدیگر رو به اصطلاح پروتکت میکردن، حمایت میکردن بر ضد ایشون و این سنس پارانویا و مشکوکیت و مظنونیت برای ایشون اونجا در جریان بود. ولی اون چیزی که بالاخره به قول انگلیسا broke the camel back اون صحنه ای بود که ایشون در حال تعلیم برای پلیس با اون کسی که
مقام بهشون تعلیم میداد و مربیشون بود، میرن و یک جوونی رو که گویا بیماری روانی داشته، اسکیزوفرنیا داشته و ریتاردد بوده، مواجه میشن که بهشون متوجه میشه که این خانم پلیس در حالی که این فرد توی دستمند بوده و رو زمین افتاده بوده، سه بار با مشت و لگد به جونش میفته و این احساس خیلی قوی خشمی در ایشون ایجاد میکنه، چون با این فردی که روی زمین داره مورد تجاوز قرار میگیره آیدنتیفای میکنه و به اصطلاح خودش رو اونجا میبینه. و این خانومم میشه کسی که خیلی ظالمه و خیلی داره ایشونو این فردو بهش صدمه میزنه و بعد میره شکایت میکنه، اینو این موضوع رو مطرح میکنه و سعی میکنه که بجنگه که این خانم تنبیه بشه، ولی به یه عللی این موضوع رد میشه و پیگیریش به این مرحله میرسه که ایشون از کار بیرون میکنن و اونجاست که دیگه حالا حس میکنه تمام دنیا بر ضد اینن و صحبت این میکنه که اسم من اینجا خراب شده و ایشون خیلی احساس درماندگی میکنن و اون مکررن در نامه سربازش مینویسه که من به هر نحوی که ممکن بود سعی کردم که حقم را بگیرم و اسمم را از تهمت‌ها پاک نمایم و بالاخره در حالی که چنین درمونده حس می‌کرد که هیچ کسی نتونسته کمکش بکنه، تصمیم می‌گیره که انتقامش رو خودش بگیره. و خیلی جالبه توی همین نامه سرباز ایشون می‌نویسن که فیلم جنگو آنچین که یک فیلمی بود که من توصیه میکنم بینندگان گرامی ببینن، ولی داستان این فیلم بیشباهت به درد و رنجی نبوده که اون در طول زندگیش تحمل کرده بوده و تمام سناریوی این فیلم بیشتر جنبه انتقام جویی داشت و این انتقام جویی و چه اشتراکی بود بین این فیلم و ایشون. و آخر فیلمم یک جمع کشت و کشار شدیدی میشه و بالاخره تمام اون محل در آتش سوخته میشه که بیشباهت به محلی نبود که مال ایشون بود، که فقط آخرش و یه مقدار خاک مونده بود و سنگ و لوله، همه چیز سوخته شده بود. ایشون چیزی که در نوشته هاشون مکرر دیده میشه این که دائما بیگناهی خودشون رو تأکید میکنن و حساسیت خودشون رو نسبت به این کلمه نیگر نشون میدن و ایشون مینویسن که زنده ماندن دیگر برای من مهم نیست، من از مرگ نمیترسم، من خیلی وقت پیش مردم، دوم ژانویه 2009. این زمانی بود که این اتفاق افتاد با که از اخراجش کردن از پلیس دیپارتمنت و به عبارت دیگه این شغل ایشون آنچنان رول مهمی برای روان ایشون داشت که وقتی که اونو از دست دادن حس کردن همه چیز رو از دست دادن. ایشون روی دو چیز خیلی امفسایز میکردن، تأکید میکردن، یکی روی شغلشون و یکی روی اسمشون، که هر دوتای اینا رو حس کردن که از دست دادن و در نتیجه یه احساس پوچی بود که دیگه از من هیچی نمونده و یه احساس تنهایی هم همیشه اونجا بوده. و جالب اینه که هیچ صحبتی از پدر ایشون در تمام این گزارش هایی که ما شنیدیم تا الان من نشنیدم و مثل اینکه ایشون در صحنه زندگی ایشون رول مهمی نداشتن از بچگی تا الان، ولی مادر به نظر میرسه که رول مهمی داشته و یه مقدار صداقت خودشو
کردیتشو به مادر میده و میگه اون موقعی که 8000 دلار پول نقد پیدا کرده بوده و برده به پلیس داده بوده به خاطر این بوده که مادرش بهش گفته که صادق باش و با صداقت و با اصالت زندگی کن. ولی میبینیم که صداقتش سر جاش، ولی از یک طرف دیگه خشمش سر جاش. و خودش هم میگه، میگه هیچ کس نمیخواهد که قاتل پلیس شود. این بر ضد همه آنچه من باور داشتم صورت گرفت. ببینید داره میگه که یک قسمتش نمیخواست یک همچین فاجعه‌ای رو این همه آدمو بکشه، ولی یک قسمت دیگش انقدر قوی شد که کنترل از دست داد و اون قسمت خشم و اون قسمت انتقامگیریه و بعدن ایشون یک چنین برنامه رو ریخت که جان این همه آدمو از دست داد و بعدم خودشو کشت. ولی یک چیز دیگه هم که ایشون نوشته بودن که کاملا حقیقت داره، ایشون می نویسن جنگیدن با کسی که آماده مردن است و ترس از مرگ ندارد در هر صورت شکست است. برای اینکه اون شخص اگه بمیره که میخواسته بمیره، متوجه هستی؟ در اینکه هیچ کسی برنده نشده و اگرم نمیره هدفش این بوده که یه عده زیادی از پلیس ها رو بکشه، بازم برنده بوده. به عبارت دیگه در روان اینها طوری این جا به جا میشه که اگر بمیرن و نمیرن، هر دوتا چیزیه که دلشون میخواد صورت بگیره. و نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد که یک عده آدم بیگناه اینجا به قتل رسیدن و خود ایشون هم آخر خودشون رو به قتل رسوند و از این فاجعه ها متاسفانه مکررن داره صورت میگیره و مثل اینکه ویروسش تو لس آنجلس راه افتاده و ما باید ببینیم که چی کار میشه کرد که از اینها جلوگیری کرد. اون چیزی که این پلیس و کریستوفر درونه رو با بقیه کشتارهای زنجیره‌ای فرق داده این که ایشون قیام کرد بر ضد اون کسایی که خودی بودن به اصطلاح، یعنی اون کسایی که ایشون رو تعلیم داده بودن، کسایی که همکاراش بودن، ایشون دور زد 180 درجه و مسلسل رو به طرف اونها گرفت و خودی‌ها و شد دشمن خودی. این از نظر روانی خیلی موضوع مهمیه، برای اینکه افرادی که خشمشون خیلی خیلی زیاد میشه و خشم اونها مرگبار میشه، یک قسمتی از روان در اونجا میخواد این افراد خودشون صدمه ببینن و به عبارت دیگه خشمشون 180 درجه دور میزنه و یه مقدار میزنه به خودشون و میشن دشمن خودشون. یعنی در درون روان یه قسمتی هست که میخواد اینها رو نجات بده، میخواد اینها آزاد باشن، ولی یه قسمت هم هست که میخواد اینها زجر بکشن، شکنجه بکشن، از بین برن. و مکرر میبینیم که اینها دست به خودکشی هم میزنن آخرش. حالا از نظر جامعه چطور میشه که این افراد تعلیم داده میشن که قاتل بشن، که بکشن، و چطور میشه که این افراد شناسایی کرد که قبل از اینکه اینا تعلیم بگیرن که قاتلین ماهری بشن، حداقل اینه که به این گروه از افراد تعلیم و داده نشه و مهارت پیدا نکنن در آدم کشی که در یه همچین فاجعه هایی بشه جلوی اونها رو گرفت. من مکرر خدمت بینندگان عرض کردم که به نظر من
ریشه کردن این موضوع رفتن به دوران طفولیت و اون خشم اولیه رو باید ازش جلوگیری کرد، که میشه صدمه دیدن اطفال از نظر روانی که اصلا این خشم به این شدت به وجود نیاد. ولی اگر این خشم به وجود اومده، طرقی هست که میشه ارزیابی کرد و دید کیا هستن که این خشم در اونها انقدر شدیده که اینا به اصطلاح های ریسکن، اینا خطرشون بزرگه، اگر یاد بگیرن اسلحه ها رو چجوری به کار ببرن و دسترسی به اسلحه پیدا بکنن. و من عقیده دارم که هرچی زودتر این ارزیابی صورت بگیره، در کودکستان، در دبستان، در نرسری سکول، هر موقعی که نشانه ای از این خشم های شدید مرگبار نمودار میشه و اینها شناسایی بشن و باهاشون کار بشه. در بسیار زیادی از افرادی که این خشم های شدید رو دارن، اگر این خشم ها تجربه بشه، حس بشه، لمس بشه و اینها رو با یه دید حقیقت بینانه بهش نگاه بشه و از قسمت ناآگاه بیاد به قسمت آگاه، اون موقع امکان اکت آت کردن و عمل کردن خشم وجود نداره، مگر اینکه یه افرادی باشن که اینا سایکاتیک باشن یا مثلا فرض کنین توهماتی داشته باشن، هذیاناتی داشته باشن که یه صدایی بهشون بگه که باید بکشین، کامند هالوسینیشن داشته باشن. خب اونا رو باید بذاریم کنار، اونها متاسفانه خطرناکن و باید، ولی عده خیلی 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 معدودی و نادری از این کشت و کشها را به وسیله اونها صورت میگیره. بیشتر خشم هایی که ما باش سر کار داریم و سبب این جنایت ها میشه، اینها افرادی هستن که خیلی صدمه دیدن زود تو زندگیشون، روانشون مملو از خشمه، مثل یه انبار باروتیه که هر آنی میتونه منفجر بشه. بعضی از اونا they are a walking time bomb، مثل یه بمبیان که هر آنی میتونن منفجر بشن. اونها درمان پذیرن، هم با روانکاوی و روان درمانی و هم با داروهایی که کمک میکنه براشون که کنترل بیشتری روی خشمشون داشته باشن. ولی شناسایی این افراد موضوع اصلی است. در دپارتمنت پلیس و همچنین در ارتش و نیروی دریایی و اینها میلیتری، تست هایی میشه از داوطلبانی که میخوان وارد بشن و اون تست ها تا اندازه کمک میکنه که اون اشخاصی که صلاحیت حمل اسلحه رو نداشته باشن اونا رو شناسایی بکنه. ولی متاسفانه این تست ها طوری نیست که 100% باشه از نظر تشخیصی و بعد خیلی راحت در عرض چند ساعت هر کسی رو شما میتونید تعلیم بدید، یه روان پزشکی، یک روانشناسی که وارده، که چه جوابهایی به چه سوالهایی بده که حقیقت رو نشه و اونها خطرناک به نظر نیان و بشن کاندیدایی برای پلیس دیپارتمنت یا اینکه برای ارتش. در نتیجه باید حتما توجه بیشتری به این امر بشه که این افراد با
اینترویوها و ارزیابی های صورت به صورت برای مدت طولانی با کسانی که خیلی واردن و نمیتونن گول بخورن در این مورد، اون کسایی که این خشمشون شدیده و امکان خطر وجود داره، اونها رو به این شغل قبول نکنن. ولی متاسفانه اغلب کسانی که علاقه مند میشن به ارتش، به آدم کشی ها رو به هر نوعی، قابل قبول یا غیر قابل قبول، و یا پلیس که در یه پوزیشنی قرار میگیرن که تعلیم پیدا بکنن که اگر لازم بشه کسی رو بکشن، این افراد یه تمایلی از نظر روانی به این موضوع دارن و خیلی سرسخت پیش میرن با یه سماجتی که این شغلها رو بگیرن. و یکی از موضوعهای خیلی مهم اینه که چجوری اسکرین بکنید، چجوری اینا رو ارزیابی بکنید و متوجه بشید که این افراد دسترسی پیدا نمی کنن. ولی البته اگر برگردیم به اون چی که من همیشه تکرار میکنم، اگر ما بتونیم کاری بکنیم که در ابتدای زندگی در اطفال صدمه ها صورت نگیره، خصوصا تو 4 سال اول، و در نتیجه این خشم ظالمانه مرگبار در درون روان ایجاد نشه، دیگه حالا هر اسلحه‌ای هم باشه بی خطره، چون این آدم آدم کش نیست، این بشر آدم کش نیست، مردم آزارم نیست، خود آزارم نیست، یه فرد سالمیه که نمیخواد به کسی آزار برسونه، نمیخواد خودش آزار بگه. ولی متاسفانه تعداد افرادی که توانستن این دوران کودکی رو به سر ببرن بدون اینکه صدمات شدیدی بهشون وارد شده باشه، خیلی 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 محدود هستن. و ما از نظر پیشگیری تمام انرژیمون رو باید صرف این گروه از نوزادی تا 6-7 سالگی بکنیم که در این مدت آنچه احتیاجات اونها هست برآورده بشه بدون اینکه صدمه‌ای به اونها خورده بشه و به روان ها. در اینجا من به خاتمه برنامه رسیدم و تا دوشنبه دیگه ساعت 7 با بینندگان گرامی خداحافظی میکنم. روز شب خوشی رو داشته باشید. خداحافظ شما. درد دل روان، برنامه با دکتر جواد نفیسی، هر دوشنبه ساعت 7 شب از تایم تیوی. برنامه سازان، میهمانان و کلی شرکت کنندگان در برنامه های تایم تیوی مسئول سخنان و نظریات شخصی خود هستند.